سلام عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خیلی 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 خوب باشه. با بررسی هفته 24 لیگ برتر در خدمتون هستم. اول نتایج رو تقدیمتون میکنم و بعد هم جدول رو با هم دیگه بررسی میکنیم. قبل از شروع خیلی ما رو بد میکنید اگر کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. بازی‌ها به این شکل انجام شد. نساجی مازندران فولاد تونست قبل از بازی آسیایی 2-0 نساجی مازندران رو شکست بده و با یه روحیه خوب به مسافه بازی آسیایی بره. سپاهان هم همین کار رو کرد، 4-2 صدرنفت آبادان رو شکست داد. سپاهانی که این هفته خوب نتیجه نمی گرفت، بالاخره یه نتیجه قابل قبول تونست بگیره. فجر سپاسی و آلومینیوم اراک 0-0 مساوی کردند. تراکتور بالاخره تونست در حضور هوادارانش 1-0 مثل رفسنجان رو شکست بده. هوادار و پرسپولیس هم با هم مساوی کردند. بلگوهر سیرجان شهر خودرو چه دیداری شد، 3-3 مساوی شد بازیشون. نفت مسجد سلیمان هم بالاخره برد بعد از هفته و زباهن رو شکست داد. و در آخرین بازی هم استقلال و پیکان با هم 0-0 مساوی کردن. بریم ببینیم چه اتفاقی برای جدول افتاد. استقلال همچنان بدون باخته و در صدر جدول قرار گرفته. 24 بازی انجام داده، 16 برد داشته، 8 مساوی بدون باخت، 33 گل زده، 8 گل خورده، بهترین خط دفاعی لیگ، تفاضل گل مثبت 25 و 56 امتیازی هستش. پرسپولیس هم با توجه به مساوی که این هفته به دست آورد 50 امتیازی شد و فاصله 6 امتیازی بین دو تیم باقی موند. یه جورایی این همبستگی 6 امتیازی بین تیم ها وجود اومده که نتیجه هاشون یه ذره با هم هماهنگ شده. نه پرسپولیس میبره به اون صورت، نه استقلال تا این فاصله 6 امتیازی بمونه، یا اینکه هر دوتاشون با هم میبرن، هر دوتاشون با هم مساوی میکنن. پرسپولیس 14 برد داشته، 8 مساوی داشته، 2 باخت داشته و 34 گل زده، 17 گل خورده، تفاضل گل مثبت 17 و 50 امتیازی هستش. سپاهان هم با پیروزی که به دست آورد 13 برد 6 مساوی 5 باخت، 35 گل زده که بهترین خط حمله لیگو داره در حال حاضر سپاهان، و 15 گل خورده، تفاضل گل مثبت 20 و 45 امتیازی هستش. در جایگاه چهارم جدول یه سری اتفاقا افتاد. پس از هفته ها تیم خوب مثل رفسنجان که همطور که اینجا میبینید 5 بازی آخرش 2 تا مساوی داشته و 3 شکست، بالاخره جایگاه چهارمی خودش رو از دست داد و اون جایگاه رو به فولاد واگذار کرد. فولاد هم با نتایج خوبی که به دست آورده، همطور که میبینید 3 بازی آخرش برده، تونست خودش رو از کمر جدول بکشه بالا و برسه به بالای جدول تقریبا. به این ترتیب فولاد تیم چهارم، مثل رفسنجان پنجم هست، گلگهر سیرجان ششم، تیم خوب پیکان که با استقلال صدرنشین لیگ برتر مساوی کرد هفتم هستش، و در میانه های جدول هم صدرنفت آبادان، زباهن، آلومینیوم اراک، هواداری که همه رو سورپرایز کرد تو فصل اول، نساجی مازندران، تراکتور قرار دارن و تیم هایی که در واقع یکم با هم چلنج دارن برای سقوط نکردن، تیم های نفت مسجد سلیمان که 17 امتیازی هستش، فجر سپاسی 16 امتیازی هستش و شهر خودرو هم 14 امتیازی هستش که با یک نتیجه، با یک برد، با یک شکست این تیم ها میتونن جاشون با هم دیگه عوض بشه. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته و طبیعتا بازی برای تیم های بالای جدول با این تیم ها بسیار سخت خواهد بود، چون که تیمی که برای سقوط نکردن می جنگه انگیزه های خیلی بیشتری داره. گذران برتر رو تقدیمتون میکنم. گادوین منشا از مثل رفسنجان همچنان 12 گله هستش، کوین یامگا از استقلال 10 گله، لوسیانو پریرا از تیم فولاد خوزستان و شهریار مغانلو از سپاهان 9 گله هستن و بازیکن 7 گله لیگمون هم مهدی عبدی از پرسپولیس و سعید صادقی از گلگهر سیرجان هست. اسلاید بعدی همیشه مربوط به بازی هفته آینده بوده، ولی از اونجایی که تو کشور اون برنامه ریزی لیگ خیلی خوب و مرتب و منظم انجام میشه، بازی هفته 25 که کی انجام میشه هنوز اعلام نشده و طبق خبرهای شنیده شده بعد از ماه رمضان اعلام خواهد شد. تا
توی هفته آینده و در طول ماه رمضان بازی آسیایی رو خواهیم داشت که نمایندگان کشورمون در آسیا بازی میکنن و همچنین بازی جام حذفی هم برگزار خواهد شد که نتایجشون رو تقدیمتون خواهم کرد. امیدوارم که خوب شاد سربلند باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. حتما اگر به این دست از ویدیو علاقمند بودید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید. خیلی خیلی ممنونم.